اینو میبینید، این یک ساختمونه. یه موقع فکر نکنید موشکی چیزیه. این ساختمون که شکل یک موشک آینده میمونه، یک هتل لاکچریه که در پیونگ یانگ پای تخت کره شمالی قرار گرفته. اما فکر نکنید مثل هتل‌های دیگه بتونی اتاق رزرو کنی یا بری توش اتاق بگیری. 34 سال این هتل ساخته شده، ولی هیچ اثری از کسی پیدا نشده که بگه من تو این هتل یه شب خوابیدم. هدف کره شمالی از ساختن این ساختمان این بود که بلندترین هتل رو در زمان خودش بسازه و به دنیا فخر بفروشه که یک همچین ساختمانی ساخته. سطح زیربنای این ساختمان 360 هزار متر مربع که میشه اندازه مساحت کشور واتیکان. امروز بلندترین هتل دنیا هتل گیورا در دبیه. این هتل عنوان بلندترین هتل دنیا رو که نتونست به دست بیاره، اما یک رکوردی رو شکسته. این بلندترین ساختمان دنیاست که خالیه. هیچ کس 100% نمیدونه داخل این چه شکلیه. بعضیا میگن داخلش فقط سفکاری شده، یعنی این شکلیه، اما اونم سند محکمی وجود نداره. خود کره شمالی هم هیچ عکسی از داخل این منتشر نکرده. این هتل 105 طبقه به اسم هتل ریوگیانگ خونده میشه. ریوگیانگ اسم قدیمی پیونگ یانگ. نقشه این هتل نشون میده که 3000 تا اتاق داره با هر جور امکاناتی که بگی. حتی شهر بازی هم درونش داره. اما همه اینا رو نقشه است. فعلا توش هیچی نیست. حالا دلیلش چیه که با این همه هزینه و این همه صرف وقت یک همچین ساختمانی رو ساختن بدون اینکه هیچ استفاده ای ازش ببرن؟ شروع ساخت این بنا از سال 1987 شروع شده. برنامه‌شون این بود که این هتل در سال 1989 افتتاح بشه. اما در سال 89 این ساختمون تموم که نشد هیچی، تازه مشکلات مختلفی پیدا شد که تکمیل شدنش رو به عقب مینداخت. وقتی در سال 89 کار تموم نشد، اعلام کردن که در سال 92 تموم میشه. اما اشکالات مهندسی، نبود وسایل کافی، بازم افتاد عقب. تا سال 92 ساختمون فقط نماش تموم شد و داخلش نیمه کاره بود. و جالبه که بدونید برای 20 سال بعد از سال 1992، یعنی 2012، یک جرثقیل برجی بالا سر این ساختمون نصب بود. ولی یه جورای عجیب بود که یک ساختمون به ظاهر تموم شده، یک جرثقیل برجی اون بالاش مونده باشه. در سال 2008 تعدادی سرمایه گذار پیدا شدن و به کره شمالی پیشنهاد دادن که این ساختمون رو تموم میکنن و آنتن تلفنی تمام پایتخت رو بالای اون نصب میکنن، که در اصل این ساختمون میشد یک برج مخابراتی. سرمایه گذاران گفتن که تا سال 2012 نه تنها ساختمون رو تموم میکنن، بلکه برج مخابراتیش هم راه میندازن. اونها نمای ساختمون رو کاملا شیشه کردن و اون جرثقیل برجی رو هم آوردن پایین. اما اصلا مشخص نیست که اون سرمایه گذارا داخل این ساختمون چیکار کردن. هیچ عکسی و سندی در اون مورد وجود نداره. همونطور که گفتیم خیلی ها میگن داخلش فقط سفتکاری انجام شده، در صورتی که کره شمالی خودش اعلام کرده این ساختمون در سال 2012 تموم شده، اما کسی اجازه نداره واردش بشه و هیچ عکس و مدرکی هم از اون وجود نداره. چند سال به همین منوال گذشت تا اینکه در سال 2017 سر و کله یک پیمانکار دیگه پیدا شد که شروع کرد به کار کردن روی این ساختمون. اما اونا وارد این ساختمون نشدن و فقط روی نماش کار کردن. سر تا سر بنا رو چراغ‌های LED کشیدن، چراغ‌هایی که قابل تنظیمه، که میتونه مثل صفحه تلویزیونی تکون بخوره و تصویر نشون بده.
چند بار گفتیم که این ساختمون مشکلات عدیده‌ای داشت، برای همینم هیچ موقع توش کامل نشده. باید بدونیم که یک همچین برجی فولاد میخواد، یعنی اسکلتش باید از فولاد ساخته بشه. اما این ساختمون شاید باورتون نشه، بتون آرمه است، برای همینم مثل موشک طراحی شده. و شایدم دلیل اصلیش اینه که داخلش به درد نمیخوره، چون بتون آرمه برای یک همچین برجی باعث میشه بیشتر فضا بشه ستون و پل و جای یک اتاقم به درستی نمونه. رهبر وقت کره شمالی قبل از ساخت این ساختمون گفته بود من یه چیزی میخوام مثل کوه باشه، برای همین شکل این مثل یک قله میمونه، چون کوه در فرهنگ کره‌ای‌ها خیلی مهم و با ابهته. در هر صورت یک کوه درست کردن ولی به هیچ دردی نمیخوره، چون فضای داخلش که قابل استفاده نیست، بیشتر فضای داخل با میله‌گرد و بتون پوشیده شده، برای همین این ساختمون هیچ موقع قابل استفاده نخواهد شد. یک برج عادی باید اسکلتش فلزی باشه که به هر سوراخ سنبه‌ای بتونی دسترسی داشته باشی، اما برج ریوگیونگ قابل درست شدن نیستش. اما مردم کره شمالی به همین بنا هم افتخار میکنن و میگن عجب چیزی ساختیم. ظاهر ساختمونم که بد نیست، چراغ‌هاشم که روشن میشه قشنگ میشه. مردم عادی هم براشون فرق نمیکنه که توی این هتل 7 ستاره باشه یا تویله باشه، چون اجازه ندارن برن توش. شاید هم مردم میترسن که چیز منفی راجع به این ساختمون بگن. کسانی که به پیونگیانگ سفر کردن میگن دیده میشه که یک کسانی میرن این تو و میان بیرون، اما برای چی کسی نمیدونه. بعضیا میگن شاید میرن برای نگهداری ساختمون. اگر ویدیوی شهر اسرارآمیز و دروغین کره شمالی رو دیده باشید، میدونید که کره شمالی تو ساختن چیزهای الکی استاده. شهر الکی، برج الکی، پارک الکی و خیلی چیزهای دیگه. خیلی از دوستان میپرسن کانال های انگلیسی کدوم هست؟ آنتن اینک انگلیسی آنتنه و پوستک هم انگلیسی چیزومیزه. هر ویدیویی در آنتن و چیزومیز یک نسخه انگلیسی داره که در این دوتا کانال پست میشه. امیدوارم براتون مفید باشه.